این پاسو جلو نگاه. جلو کشید. ما رفتیم بچه خدا. آقا فرهاد کجا؟ آقا استون مهمون داریم باید برم. بیرون فرشاد داره چیکار میکنه؟ کنار دروازه نفه بیرون میره. طارمی گل دوم. فرشاد با پای منتر اساسیش گل میزنه. پای راست بود که دروازه نفه رو. خیلی خوب تیمی زد ها. یه لحظه جمع آفساید. نه بابا سر. سلام آقا فرهاد، با آقا فرشاد بگو گل کاشتیم. تاکرم آجمهر آقا. سلام آقا فرهاد. سلام آمد جون. سلام آقا فرهاد، خیلی مخلصی. قربونت برم داداش علی، خسته نباشی. قربونت، افتخار محلی داداش. یا علی، بی دهنت شیرین کن. زنده باشی. بیا نوشه جون. دم شما گرم. دست شما درد نکنه. سلام بچه ها بفرمایید. تبریک میگم. قربونت برم بفرمایید. سلام بفرمایید. آقا فرشاد ترکون. قربونت برم. دارش خداحافظ علی جون. یا علی. سلام دارش بفرمایید. جناب آقای فرهاد منوفی، شما به اتهام انجام حرکات غیر متعارف در هتل و همچنین تهدید مدیریت اونجا باعث اختلال در نظم هتل و مانع کسب شده اید. ولذا با توجه به پرونده شخصیتی شما و شأنیت شما در جامعه ورزشی و برای پرهیز از اثرات نامطلوب زندان، دادگاه شما رو به 4 ماه هفته ای 3 جلسه حضور در کلاس های کنترل خشم محکوم نموده و شما را ملزم می نماید به تحقیق در مورد اثرات و عواقب نامطلوب داروهای انرژیزا بر روی ورزشکاران و برگزاری کلاس های آموزشی در این باره. سلام آقا فرهاد. سلام. تبریک میگه. آقا مخلصیم. شاکری. سلام داداش فرهاد. سلام. چی گرفتی؟ نون خامه ای چرا نگرفتی فقط؟ برای تو نیست، برای مهمون است. میذاری بیایم توی، میخوای همینجا سینجین کنی ما رو. اگه بخوای مامان رو نندازم به جونه دیالا، برو برای نون خامه ای بخر. این سن ما به کسی باج نداری. تو یه ذره بچه اومدی ما رو خف کنی. برو اون بر مینه. خوب شد تو فقط نون خامه ای دوست داشتی. زورکی دارم میخورم. من این ندارم آقا حواس نونخامه ای کرده بود. نخوری هم بهتره زرر ببرم. سلام فرزند شما. دست درد نکنم. چی شده دوباره نشستی فوتبال فحشا دیدی سر درد گرفتی؟ جنبه نداری نگاه نکن. نه بابا خانم، من دست مهمونه خودش سر درد گرفته. چه ربطی به فوتبال داره؟ نگران نباش، خودم بهشون زنگ میزنم امشب، وقت میگیرم ازشون. خدا داداش دیگه نمیدونم چه جوری امشب باید معطلشون کنم، خیلی استرس دارم. خدا بزرگ. مامان کجاست؟ مامان هنوز مسابقه شروع نشد، فشارش افتاد، اینقدر بهش آب قند دادم فکر کنم الان قندش رو 400. سلام مادر. سلام قربونت برم. بیا بشین الان فرشاد نشون میده. چند بار این بازی دیدی؟ این که دوباره داره تکرار میکنه مادر من. امروز کلن کنترل تلویزیون دستش بوده. بیا مامان اون باشه کنارت، قندت افتاد دیگه خودت بخور. دست شما درد نکنه. شیرینی با چایی میچسبه. خدا کنه فرزانه جون حالا نره خونه شوهرام و اینکه بهمون چایی بده. جلو زبونتو بگی دختر، ایشالله همین روزا کارش درست میشه بادر. ایشالله. اگه امیدتون به فرشاده که حالا فرزانه جون مهمون ماست. فریبا دروغ میگم. اگه ماما آقا از وقتی رفته لیگ برتر دیگه نمیشه پیداش کرد، خیلی بی‌معرفته. باز شروع کردی فریبا. حالا چون نیومده جلو در دانشگاه که بخوای جلو دوستات پوزشو بدی شده بی‌معرفت. چی میگی فرزانه؟ فرشاد دیگه فرشاد سابق نیست. هست دیگه، چرا مثل قروت چنگی افتید به جون هم دیگه. شما اگه امشب مهمون نداری باشو برو به کارات برس. پاشو. همه کارامو کردم. سلام، من الان دارم تمرین میکنم، اگه دوست داشتید پیغام. دوشه ها فرشادم پیغام گیره. Thank you.
سلام آقا فرها. سلام دشلی. چند تا از روزنامه ها رو براتون کنار گذاشتم. میرم باشگاه میام ازت میگیرم. باشه قربانه. خداحافظ. فرشاد نامرد عجب گلی زد. بابا ای بلا داره. ای قرار نبود سر کلت اینجا پیدا نشه. چیه؟ فکر کردی رینگ بوکسی منو حریفتم؟ تو که جرئت نکردی هیچ وقت بیای تو رینگ. حرمت نگرشتم داداش. اگه من هفته یه بار میام اینجا وای میسم چوب خوش میشم به حرمت همون نون نمکی که با هم خوردیم. وگرنه کلی مشتری سر جنسم ریخته. حرمت اون نون نمک اون ناقش تو گلات. من با چه قیمتی قرصادو بفروشم به بچهای باشگاه؟ به قیمت بازی کردم با جون بچهای مردم. فکر جنس قاچاق میدم دستت. این جنس تو ویترین همه مغازه ها ریخت. یکی مثل منم مغازه نداره چیکار واسه بکنم؟ دورو بر این باشگاه رو خط بکش. بی خیال من نشو. اگه میبینی الان پاپیچت میشم میخوام یه تکونی به زندگیت بدی. همین که تو تکون خوردی بسه. درسته یه موقع رفاقت ما سرزمون همه مردم بوده. ولی الان محسود تو قطب شمالی من قطب جنوب. میگیری که چی میگم؟ میگیرم چی میگی. ولی مثل که تو نمیگیری من چی میگم. تا کی میخوای صبح به صبح ساکتو بندازی و دوشت بری باشگاه برگردی؟ تو که بلیط تو ورزش مثل فرشاد نبرد. لااقل اونجوری زندگیت جون میگرفت. فکر خودت نیستی، فکر خانوادت باش. هر کی ندونه خودتو خوب میدونی که من فرشادو با همه ساک بزرگش کردم. خدا رو شکر مردم الان دارن ذوقش میکنن. بر منکرش نه. اشتباهت اینه که فکر میکنی دل فرشاد مثل دل خودته. گذشت اون زمانی که خودتو سوزوندی داداشت جون بگیره. نه خودت بگو. الان میاد چهار تا استکان بذاره تو ماشین بکنه جهاز خواهره؟ بسته دیگه مسعود. ما رفیق نیمه راه نیستیم. هر جا سرت خورد به سنگ بازم خاک پاتم. بگم آقا فرد اگه فرشاد قبول میکرد میمد اینجا چند تا عکس میداخت برای باشگاه خوب میشدم برای تو. شاید تو باشگاه هم داره میبینی که باشگاه دیگه روز به روز دارن بچه ها رو میکشن سمت خودش. باشه آقا اصلا من بهش میگم ولی فرشاد الان خیلی درگیره تمرینه. بابا این همه اما اگر نیاد دیگه حالا چند تا مربی اومدن اینجا واسه تمرین؟ من چیکار کردم؟ پای تو وایستادم یا نه؟ حالا تو هم یه جو واسه ما معرفت تو ثابت کن دیگه. مرداد جمع حرکت اشتباهه. بذار من بیام. نگاه کن. دست شما را خواهش میکنم. خانم مافی با من کاری نداری؟ ممنون. خواهش میکنم. باز که کارت به اینجا کشید پهلوون. الان بهتری؟ خوبم. همین الان گفت از تختت پایین نیو. گفتم مانه خانم تخت لازم داری. هر وقت لازم شد خودم بهت میگم. داری با خودت چی کار میکنی؟ واسه چی داروهاتو به موقع مصرف نمیکنی؟ حالا هم بد میکنه. حالا تعو میگیرم. بهتر از این که به این حال بیفتی. اوضاع خونه چطوره؟ همون جوریه. دارم یه پولی جور میکنم برای فرزانه یه خورده اساس بخرم بفرستمش سر خونه زندگیش. ایشالله فرشاد به زودی کمک حالت میشه. ایشالله. من دیگه باید برم. مگه نگفتم تکون نخور؟ خیلی کار دارم منیر. من میدونم تو داری از من فرار میکنی. من خیلی وقتی جوابت رو دادم دخترمو. امروز دانموز زنگ زده بود. پای تلفن همش عشق میریخت و از تو حرف زد. راجب مریضی من که بهش چیزی نگفتی؟ نه نگفتم. فرهاد من اگه دست از سر تو بر نمیدارم به خاطر این نیست که بخوام اذیتت کنم. تو خودت خوب میدونی چقدر برام عزیزی. از اون موقع که نامزدیمونو به هم زدی گوشم رو همه حرفا بستم. چون از دلت خبر دارم. خواهش مانم دیگه ادامه نده. من اگه میام اینجا فقط به خاطر اینکه نزدیک محل کارمه. تو رو خدا کاری نکن که حد دردم داشتم میمردم دیگه پامو نذارم اینجا.
بار زندگی رو انداختی رو دوش خودت، نذاشتی هیچ کس بره کار کنه. حالا اگه این کار کردن فقط به خاطر این بود که اینا اذیت نشن. حالا پاش بیا شام تو بخور. امروز هم هرچی به فرشاد زنگ زدم جواب تلفنمو نداد. تو الان باید حرص و جوش بچه های خودتو بخوری. من آرزو دارم تو رو تو رخت دامادی ببینم. منیرم هنوزم که هنوزم. که حرف منیر شد مادر من. من اول باید این سه نفر رو سر و سامون بدم چشم. اون موقع دیگه کی به تو زن میده؟ نگران اون موقع نباش. برای پیرمرد آرزو به دلم زن هست. ماشاءالله تو زبون که کم نمیادی. کجا میری؟ چرا قهر میکنی؟ یه لقمه نون بزن حداقل گلومون بره پایین. من بیکارم، کار دارم. فرهاد جان فر. میگم تو دیشب به خانواده شوهر فرزانه قول یه هفته رو دادی، میتونی این همه پول جور کنی؟ خدا بزرگه، انشالله جورش میکنم. تفلک فرزانه بد جوری تو من گنسا. فرهاد میرم فرشاد رو پیدا میکنم، خیالت راحت بشه. پیش ما نشستی که یه شام بخوری، قربونت برم، حتی قلب رو بخواه. من الان دارم تمرین میکنم، اگه دوست داشتید پیغام بدید. آج خانم، کله پاچه سفارش داده بودین. سلام مادر. سلام مادر. سلام، خوربونت برم، خوش اومدی مادر. سلام مادر. بابا آقای بی معرفه. بس افرادش نرابه عشقه. اگه دیشب این همه سنگ نمیزنم سر کلت الان پیدا نمیشود. سلام مادر. حالا که اومدم اونم با کله پاچه. تا کی میخوای تو هتل بمونی؟ نمیخوای برگردی خونه؟ خودت که شرایطم رو بهتر میدونی. امروزم که یه جور اومدم بچه من رو نبیننم. حالا اینا رو بی خیال، کله پاچه رو دریاب. عالیه کله پاچه خور. یالا یالا بیداشی. خدای تلفنم قطع نمیشه، هی این زنگ میزنه هی اون زنگ میزنه. یارو زنگ زده پای تلفن زده زیر گریه. میگم چته؟ میگه فدایی داری. بعد یکی دیگه زنگ زده میگه میخوام مدیر برنامه شم. باورتون نمیشه زمزمه هاشه که همین روزا تیم ملی دعوت شن. ایشالله مادر بخور جون بگیری. عناد ماساژ ضرر داره، چربی خون مامان بالاست. کله پاچه که چربی نره، همش پروتئینه. بخور مادر. داداش چرا ساکتی؟ چیزی نمیگی؟ خدا رو شکر این روز هرجو میرم سراغ تو رو میگیرم. باز داداش فرشاد اومد خونه رو گذاشت رو سرش. سلامت کو. نگفتم داداش فرشاد خیلی با معرفته؟ این غربتی ها رو شوهر نداری؟ منتظرن پشت در، فقط مونده جایزیه ما تو جور کنی. تا آخر سر با این زبونت میمونی رو دست ما، اون وقت باید بیای بچه های من نگه داری. مبارک مادر، خبریه؟ همه اینا که گفتم خبره دیگه. اصل خبر رو بگو، قربونت برم. چرا سوزنش رو خبری خبری گیر کردی؟ مادر خوبی؟ آره فدا. بابا منظورش خبر ازدواج و این حرفاست. قربونت برم الهی که همه خبرها تو بچه و ازدواج واسط خلاصه میشه. تازه میخوام یه خونه مجردی بگیرم، این عتیقه رو میبرم میشه خدا. خیلی هم دلت بخواد. آقا کلفت مفت میخواد، مهنت هم میذاره. همین هوشت منو کشته. در عرض دو ثانیه هدف دعوتمو خوندی. داداش تو واقعا میخوای خونه جدا بگیری؟ مگه اینجا چشه که نمیخوای اینجا بمونی؟ آقا معروف شده، آرش میاد بگه خونمون اینجاست. فریبا من دروغ میگم داداش. یعنی کجا داداش؟ صبحونت خوردی بیبیرون کارت دارم. شما الان برای چی نشستی اینجا؟ پدر من قاضی هم حکمش داده دیگه، برو خدا تو شکر کن زندان نرفتی. بیا برو به زنه بگو دنبال کار منو بگیره، منو بنداز زندون. این حبس جانشین چیه؟ نمیخوام. آجاقا زنه یعنی چی این وسط؟ خانم ستوده. خانم ستوده؟ بگو بیا بر دوباره حرف بزنه، منو بندازن زندون. ای بابای میگه برو زندان، اصلا میرم زنگ میزنم اجرایات مأمور بفرسته بازداشت کنه. خدا پدرت هم بیامرزه. زنگ بزن پسرم زودتر. اگه موبایل هم نداری گوشی من دم در گرفتم. برو بگیتش زنگ بزن. سه تا منم شارژ داره. مأمورم یکی نه. گو دو سه تا بفرستم. سه
شما که هنوز اینجایی حاج آقا، کاراتون انجام شده، برین اجراییات برگتون رو بگیرین. منو بفرستین زندون، من نمیخوام به جا حبسم برم جایی کار کنم. چیزی شده؟ میخوام برم زندون. من هرچی میگم هم میگه میخوام برم زندون. چرا میخوای بری زندون پدر جان؟ آدم کار خطایی میکنه باید چوبشو بخوره. خب اینم همونه، حبس برای شما مناسب نیست، بهتره بیرون باشی. 67 سالته، هیچ تخلف و جرمی نداشتی حالا. منو بفرست زندون و سلام. مشکلی نیست، شما برگه رضایت‌نامه حکم جایگزین رو باید امضا کنین. میتونین امضا نکنین به جاش برین حبس 6 ماه. پس میشه؟ بله میشه. ممنون. چی شده؟ چیه بابا جون؟ چرا گریه؟ بیا، بیا اینجا بشی. بیا پدر جون. بیا، بیا. داداش من از روز اولم با این پسرم مشکل داشتم، ازش خوشم نمیومد. مهم اینه که فرزانه دوستش داره. ما چی کاریم این وسط؟ خب بچه رو دست دست میکنیم، بدیم بره دیگه. تا حالا کجا شنیدی یه دختر رو بدون جهاز بفرستن خونه وقت؟ بهش قول دادم که سنگ تمام براش میذاریم. جواز یعنی چی؟ بیاد دست زنشو بگیره بره دیگه. جدیدن یه حرفایی میزنی نمیدونم داری شوخی میکنی یا جدی میگی. من که جدی گفتم، اما ایشالله فردا پس فردا تکلیف قراردادم مشخص شه، یه مبلغی به حساب فرزانه میذارم. بهش قول دادم جهیزیهشو تا آخر هفته بفرستم در خونهش. در حد وسعمون راش میندازیم. توکل به خدا. پاشو یه سر با هم دیگه بریم باشگاه. آقا اصلا انقدر گوته فرش شده بردار بیار اینجا، منو کچل کرده. پاشو داداش، پاشو. بی خیال داداش، من دوست ندارم بیام اونجا. خودتو لوس نکن، پاشو دیگه. بیا بابا جون، به این آبا بخور. ممنون. نشه جانه. خوبی پدر جون؟ بهتری؟ بهترم. ببین منم جای دخترت، بگو ببینم چی شده. من تو زندگیم حتی قبض برقم یه روز تأخیر نداشته. من را کلاتر یا دادگاه رو بلند نیستم. توی دنیا فقط یه دونه پسر دارم، الان گرفتاره، ورشکست شده. خونه ما فروختم، پولم دادم بهش، ولی نگفتم خونه رو فروختم، گفتم قرض گرفتم برات. آخه من اعتبار دارم با خدا، اگه میفهمی نمیذاش خونه رو بفروشم. به خاطر همینم آواره شدم. امروزم علیکی با این مامور دعوا کردم که بره بگیره بندازن زندان. حالا اگه شما من زندان ندازی، من شب کجا بخوابم؟ میترسم پسرم بفهمه. خب خودت به پسرت بگی که بهتره، بالاخره که میفهمه. اگه بفهمه پول برمیگردونه. من میخوام مشکلش حل بشه. هیچ کسی رو نداری بری پیشش؟ فامیل زیاد دارم، اما نمیرم. هم به خاطر آبروش، هم میترسم به گوش بچه هم برسه. ناراحت میشه. خیلی خب، من وقت دادگاه دارم، باید برم. تا من از دادگاه میام بیرون یه جوری شماره پسرش رو پیدا کن، زنگ بزن بیاد اینجا. پسرش که میگه نفهمه. خواهی میتونمت بره زندان؟ نه. خیلی خوب دیگه، ما که کاری از دستمون بر نمیاد، حداقل با پسرش حرف بزنیم ببینیم میشه کاری کرد. باشه. فقط قبل از اینکه پسرش باش رو بروشه من باش حرف بزنم. خب؟ آه چون که آها درست داره. همشو داشته باشه. نه.
آقا پرش بس بچه دستونم بچه پرشو چون یک سن با ما بنداد آقا فرا یه چند تاکس درست حسابی از ما بگیر از منو داد میشه خب پرشو چون اینا رو تو صفحه اینستاگرامت میزنی دیگه والا من صفحه نرم اونایی هم که میبینی هوادارا ساختن خودشون هم عکس میذارن بابا اذیتمون نکن دوتا عکس این همه توضیحات نمیخواد آقا اصلا عکس بندازم یا میخوای صحبت کنی تو اونو زمین نندازه بگو علکی هم بهونه نیار آقا فرشا روی آقا اصلا رو زمین ننداز بهونه هم نگی آقا اصلا بهش گفتم خوبه دست در نکن میخوام امشب توی برنامه تلویزیونی بهتری کنی ها مگه داری میری تلویزیون آخ یادم رفت بهتون میگم داداش یوری یه زنگ به مامان بزن تا سوژه نشده فرهاد ببخشید دیروز یادتون رفت اینا رو ببرید علی آقا دست درد نکنه خواهش می‌کنم قابل شما رو نداره شرمنده علی آقا خواهش می‌کنم بله منیر لازم ندارم کجایی مگه چیکار داری دارو آتا آوردم که بشین برسونم پسرم فرزانه فرزانه خانم سلام مادر شروع نشده؟ نه مادر فرزانه خونه نیست رفت چند تا تیکه وسیله است ببینه الان هست که پیداش بشه باشه قربونه دارم فریبا هم نیست؟ اینجا هم داداش سلام سلام فریبا خانم خوبی؟ چه خبر؟ مرسی چه کردی؟ نوخامه ای که دوست داری خوی داداش عاشقت هم یه دونه باشی بیا دست از سر من بردار دیگه فرشاد نگفت کی پولو میرزه به حساب فرزانه؟ چرا مادر گفت ایشالله دو سه روزه دیگه خدا خیرش بده ایشالله یا علی دست در نکنه داداش حسابی شرمنده کردی انشالله عروسی میخوای شرمنده نباشی برو سه تا چای بریز ما بخوره چشم داداش فقط به مامان بگو برنامه فرشاد دو ساعت دیگه شروع میشه من میخوام سریال ببینم چقدر حرف میزنی فریبا این روز ما رو نخونی ها بده من خودم رو صدای قشنگ هم بخونم باز که این دختره خلوچه داره میخنده سلام داداش خسته نباشی بیا ببینم چی گرفتی مادر مبارکه نمت باشی خدا رو شکر استارتش هم زدی دیگه دست درد نکنه داداش من حسابی شرمندتم تو برای ما هیچی کم نذاشتی این چهار تا تیگه جنس که دیگه این حرفا رو نداره بازش نکنه داداش چایی تو گذاشتم اینجا دست درد باش. نکنه بابا خانم بیا ببین یه دقت کن ببین بعدن نگی لیلی زن بود یا مردونه این عکس آقا فرشاد آن خوبه اینم الهی قربونش برم داداش فرشاده حالا بذاری من بخونم بعدن قربون صدقه بریم فرشاد معافی خدا دستم را گرفت تا حقم را از فوتبال بگیرم نه بابا از این حرفان بلده اگه اینجا بود الان کلت رو میکن فرشاد معافی میگوید من از همون بچگی دوست داشتم فوتبالیست شوم وقتی که در زمین خاکی با دمپایی پاره به توپ ضربه می زدم فقط به فکر این بودم که روزی به جایگاه واقعی خودم برسم اون می گوید با تمام سختی ها و مشقت هایی که پیش رویم بود ناامید نشدم و به تنهایی پیش رفتم من روی پای خود ایستادن رو از همون کودکی فهمیدم آن زمان که پدرم از دنیا رفت در طول این سالها تمام تلاشم را کردم که هم درس بخوانم و هم در زمین فوتبال همچون شیر زخم خورده‌ای دروازه حریف رو نشانه بروم چه قدرت ها شیر زخم برده چقدر بارازیر میفرسی بخون دیگه مافی میگوید من در کنار درس خواندن و فوتبال شبانه روز کارگری میکردم تا در نبود پدرم نگذارم خانوادم احساس نیاز داشته باشن آره جون خودت تو که راست میگی فریبا میخونی؟ با مخالفت خانوادم تنها به مسیر فکر میکردم اگر خدا دستم رو نمیگرفت الان حقم رو از فوتبال نگرفته بودم
فرشاد معافی افسود بر خود میبالم که یک تنه به میدان آرزوها پا گذاشتم. جمعش کن مادر، جمعش کن. آن را جمعش کن. به دست آورم. خیلی بچه پوریا. انگار نگاه داداش فرادم به اینجا رسوندتت. نمک نشنا. طوری شده داداش فرها؟ حالت خوبه؟ آره. آقا فرها، دست در نکن از سر آقا، لطف کردی. بعد باشه گلم، از این برا، یادی اما کردی؟ تو که نمیدونی ما رو ببینی، گفتم من بیام ببینم ات. بیا بریم بشیم داشت، خوبی؟ آره خوبم، خدا رو شکر. چه خبر؟ همه چی ردیفه؟ آره، فقط مامان هنوز فرزند نرفته داره بیتابی میکنه. چیکار میشه کرد؟ چند وقت دیگه هم نوبت فریباسا. فرشاد چرا بهت زنگ میزنم تلفن تو جواب نمیده؟ ببخشید داداش، خیلی گرفتارم. ببینم، دیشب برنامه هم دیدی؟ برنامه هم دیدم، مصاحبت هم خوندم. خدا رو شکر، ما که داریم ذوقتو میکنیم. اگه تو نبودی که فرشا دیرم بود. حواسم هست داداش. اومدم ببینم برای فرزانه چی کار کردی؟ داداش، ببخشید، الو میام. الو، سلام. خوب هستی؟ قربان. خوب باشه، حالا با هم صحبت میکنم. قربانش، خداحافظ. مرد زنگ زده میگه بازی بعدی گل نزنی سال بعد میلیاردی میارم تو تیم خودم. وارد این کثافت کاری ها نشی فرشاد. چی فکر کردی فرشاد این حرفا؟ یه وقت حیثیتت میره. نگران نباش، در مورد فرزانم تا قبل از ظهر یه پولی میزنم به حسابش بره هر جوری دوست داره خرید کنه. دست در نکنه آقا فرهاد. دخترمو چه خبر؟ ای بابا شروع شد. باز به نفت نبود زدی جاده خاکی؟ نه واقعا کار دارم فرشاد. آقا فکر خودت نیستی، فکر ما باش. تو لب ترک من خودم آستین برات بزنم. بالا خلاصی ببینم داداش، پولمون لازم نداری خودت؟ پولم دارم، دستت درد نکنه بچه پر. خوشحالم مرد شدی فرشاد. قول دادی تا زور برای فرزانه پول میزنی ها؟ آره داداش، خیالت راحت. موفق باشی. داداش من رو حساب حرف شما اومدم اینجا. به خدا الان منتظر منم که برم تو کارت بکشم. آخه چقدر لافش میکنم. چی شد؟ نریختن؟ باشه داداش، یکم دیگه معطلشون میکنم، اما تو رو خدا فرشاد رو یه جوری پیدا کن. حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟ من اگه میدونستم که جنسا رو ور نمیداشتم. صد دفعه بهت نگفتم بذار اول پول بیاد تو حسابت، بعد شوهرت رو بکش اینجا. من نه چجوری شما حرف فرشاد رو باور کردی؟ باز شروع کردی، خودم اندازه کافی عصبی ام. فرشاد میفهمی من چی میگم؟ میگم امروز آبروی خواهرت رفت. تلفن رو جواب میدادی میگفتی نتونستم بریزم به حسابش. بیا حال روز خواهرتو ببین. باشه، خودم یه کارش میکنم. خداحافظ. فرزانه جان، فرشادم بی تقصیره. میگه هنو پول نریختن به حسابم. تو هم اینقدر بیقراری نکن. خودم فردا جورش میکنم. حق داره داداش، فکر کنم شوهرش هم چیزایی فهمید. سلام به روی مهارت، بی بشین. ببخشی تو رو انداختم زحمت. سلامتی اون رفیقیم. برو همین الان بانک نقدش کن.
زود برش میگردم. یه دقیقه وایسه کارت دارم. با اجازت یه وسته شوید که بچه ها فروخته. سلام آقا فرد. سلام. هنوز تو حجمی؟ بله آقا. ولی بدنت هیچ تغییری نکرده. هرچی وزنه میزنم بدنم کم میاره آقا. دیگه ربطی به وزنه نداره. آقا فرد یکی بچه حالش بد شده. بجام. اومدم. شده نقب رزو بیارم چی شده؟ آقا خودش هم اجازه بدیم دور مریض رو خلوت شد. فراد چشه دو باشگاه باشی من باهاشون میرم بیمارستان. من اگه میدونستم که به این بچه ها دورو میرسونه که آبرو براشون نمیذاشتم. شما که هنوز وایستادین. من که گفتم فعلا چند ساعتی باید اینجا بمونه. برید نگران نباشید. ممنون. خداحافظ. هنوز نمیخوایی بگی چی شده؟ تو چرا پول لازم داشتی به فرشاد نگفتی؟ اون طفلی خورشم دست و بالش خالیه. منم که آدم حساب نمی کنی. شما تاج سرمایه دخترمو. اینقدر به من نگو دخترم. بله بگو فریبا. آرومتر رو ببینم چی شده. فریبا چرا داده سغرا کبرا میچینی؟ بگو اینم چی شده؟ آره شنیدم. طوری شده فرهاد؟ صبر کن فرهاد. خوبم، من یک کار دارم. کجا میخوایی بری؟ یه سر برم پیش فرشاد. پس بسه من برسونم. نگران من نباش. وایسا الان میام.
سلام، خوبی؟ خسته نباشی. الان میام. خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی؟ خوبی؟ سلامتی؟ آقا امروز رفته بودیم روزنامه، هر سوالی بوزی 20 بار گفتم. آقایون ببخشید. آقا فرشید دقیقه بیا. چی شده؟ نمیخوای بگی چی شده داداش؟ تا چند وقت پیش دستت تو جیب کی بود؟ خب معلومه کی. یه سال پیش کی گفت ماشینتو بفروش پول لازمه؟ خب من. داداش اگه هنوز سر قضیه پول نریختن ناراحتی، من که گفتم قراردادم مشکل داره. من نیومدم دنبال پول، اومدم دنبال اینقدر معرفت مشتی. چه بی معرفتی کردم؟ چرا فکر کردی ماشین خریدی من ناراحت میشم؟ من اینجوری شناختی؟ من اگه ماشین خریدم به خاطر شرایطمه، مردم عقلشون به چششونه. منم به خاطر همین میگم برای فرزندم از سنگ تام بذاریم. میدونی این چیه؟ به خاطر بدقولی تو رفتم روز زدم به محصول ازش چک گرفتم، ولی هنوز جرئت نکردم ببرم بانک نقدش کنم. ببین داداش، هیچ کس از تو نخواسته به خاطر فرزانه خودتو بکشی. میفهمی چی داری میگی؟ فرزانه خواهرته. اگه قراره واسه خاطر جایزی فرزانه رو بخوان، همون بهتر 100 سال سیاه نخوان. من تو اینجوری بزرگ نکردم. این حرفا نباید از دهن تو بیاد بیرون. من با تو فرق دارم داداش. اگه تو دار و ندار تو گذاشتی پای فرزانه و فریبا، من قرار نیست همچین کاری کنم. من نمیخوام مثل تو به همه رو بندازم. من تا الان به عشقی رو ننداختم. اگه رفتم سراغ محسودم به خاطر بدگولی تو بود آقا فرشاد. من نه بدگولی کردم نه بیمعرفتی. من فقط پولمو باد نیاوردی که بدمش دست باد. امروز فرزانه، فردا فریبا، دیگه همینجوری سفارشی که میاد. داداش فرات، من نمیخوام پولمو خیرات کنم، چه خواهرم باشه چه غریبه. همش تقصیر من شد که داداش فرهاد کارش به اینجا کشید. مامان تو خدا دیگه گریه نکن. دیشب تالا بچه همون ندیدم، دارم دق میخونم. چشم آقا فرشادت روشن. فریبا دوباره شروع کردی؟ دوق میانم بازا تیش بیار مرکه شدی. یا شما تو راه رو منتظر بمونی. آقای فرشاد معافی، تشریف بیارید داخل. این کارمون به کجا کشیده؟ این همه سختی بکش، خودتو برسون به جایی که باید برسی، بعد با یه ندونم کاری بیفتی تو چاله. بله آقای معافی، من کاملا به شما حق میدم از برادرتون عصبانی باشین، ولی به نظر مسئله اصلا اونقدر حاد نیست که بخواین اونقدر کشش بدین. خانوم ستوده، برادر من یه کاری کرده، من نمیتونم سر تمرین برم. شما اینو ببینی؟ به خاطر فراد چه آبروی که همه نرفته. دقیقا همون موقعی که میتونستم خودم بکشم بالا. خب اینا رو خیلی جدی نگیریم. برادرتون که اعتراف کرده مقصر بوده، حاضر مجازاتش هم بکشه. و من اصلا به خاطر این مزاحم شما نشدم، میخواستم در مورد یه مسئله دیگه باهاتون حرف بزنم. چه مسئله؟ شما اطلاع دارین که برادرتون چند سالیه پارکینسون داره؟ پارکینسون؟ به خاطر ضربه‌ای که تو این سالا توی سرش خورده دچار این بیماری شده. برای من خیلی عجیبه که هیچ کدوم از اطرافیانش متوجه نشدن. اینو کی گفته؟ خودش؟ نه خودش که یه کلمه هم حرف نزده. دخترمو تو مدارک پزشکیشو که داد به ما، ما اینطوری متوجه مسئله شدیم. جناب معافی، اگر شما از شکایتتون صرف نظر کنین، من میتونم با مدیریت هتل صحبت کنم، ازشون رضایت بگیرم. اینطوری برادرتون میتونه حکم جایگزین یا تعلیق بگیره، بیرون از زندان به نوع دیگه محکومیتشو بگذرونه. ما به روی رفته منو چجوری میخواییم برگردونیم؟ واقعا متاسفم، اتفاقی که نباید بیفته افتاده، ولی زمان، فکر میکنم بهترین کار اینه که بسپاریم به گذر زمان. جناب معافی، تصمیمتون چیه؟ خودتونم خوب میدونین طرف حسابش فقط من نیست. Thank you.
میفهم که داری گریه میکنی مادر. قربونت برم، دیشب عروسی دخترت بوده، باید خوشحال باشی الان. همین جوریه داداش، از وقتی تو را آوردن اینجا یه بند داره گریه میکنه. یه کلمه هم با ایش که حرف نزد، انگار نه انگار مام آدم. چرا با خودت این کارو میکنی؟ چش رو هم بذاری منم بیرون، خیالت راحت باشه. فرزانه بیچاره رو بد میدیدی دیشب، میگفت عروسیم دوتا داداش دارم، یه کدومشون تو عروسی نیستن. شرمنده شم، اومدم براش سنگ تمام بذارم، یه سنگ بزرگ گذاشتم تو زندگیش. حالا خودتو ناراحت نکن داداش. از فرشاد چه خبر؟ هیچی داداش، اگه مانیر نبود خیلی بد میشد. تو این مدت یه لحظه هم مامانو تنها نذاشت. تفلی واسه عروسی فرزانه سنگ تموم گذاشت، ولی هم اینجاست ماده تو رو ببینم. باشه ماما، باشو ببینی دیگه. فریبا، حاضر مامان باش. چشم داری؟ سلام. سلام. خوبی؟ آره، خوبم. اذیت نمیشی که؟ فریبا میگفت زنگ تمام گذاشتی. ایشالا بیام بیرون تمام خرجایی که کردی بهت برمیگردونم، دستت درد نکنه. من که کاری نکردم، پول جایزیه و بقیه چیزا رو فرشاد داده. اگه کسی تا الان چیزی نمیدونه، به خاطر این که فرشاد گفت ممکنه زن عمو و فرزانه قبول نکنن. همین چک مسعودم برگرد. فرهاد، خانم ستوده داره تلاش میکنه که حکم جایگزین براش بگیره. با مدیر هتلم صحبت کرده، رضایتش رو بالاخره گرفته. اینجوری حداقل شب پیش خونه بودت. منیر، دست درد نکن. ممنونم ازت. چه مدت لازم بوده است؟ چه مدت لازم بوده است؟ تا کلمه عفو، تا کلمه عفو بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم. بیا آغاز کنیم. بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است. چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنی. دستم را بگیر. دستم را بگیر.